فضای شک و پیمان سوال برانگیز. چرا افغانستان با پاکستان موافقت نامه استراتژیک می‌بندد؟ پیشرفت عملی و به دست آوردن نتایج در این موارد راه را باز می‌کند برای مذاکرات و امضای یک موافقت نامه همکاری استراتژیک بین دو کشور. و کلینتون نمی‌خواهد رایس جانشینش شود. سلام، وقت شما بخیر. با فراخبر با من یما سیاوش خوش آمدید. نخستین گام موافقتنامه استراتژیک افغانستان و پاکستان با سپردن مسوده این سند از سوی وزیر خارجه پاکستان به وزیر خارجه افغانستان برداشته شد. در حالی که از جزئیات مسائل مطرح شده از سوی پاکستان در این مسوده هنوز چیزی گفته نشده، اما دولت افغانستان پیش شرطهایش را برای امضای این سند در سه بند مبارزه عملی با تروریسم، حمایت عملی از پروسه صلح و تطبیق کامل موافقتنامه تجارت و ترانزیت بین دو کشور مشخص نموده است. وزارت خارجه افغانستان امضای موافقتنامه استراتژیک افغانستان و پاکستان را به دلیل داشتن روابط گسترده و مشترکات با این کشور با اهمیت خوانده است. پیشتر از این دولت پاکستان در واکنش به گذاشتن پیش شرط از سوی رئیس جمهور کرزی به خاطر امضای موافقتنامه راهبردی کابل اسلام آباد آن را رد نموده و بی اساس خوانده بود. طرح امضای موافقتنامه استراتژیک افغانستان و پاکستان در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل میان دو کشور مطرح شد. در فضای شکالود روابط افغانستان و پاکستان امضای سند استراتژیک چرا؟ طرح امضای یک موافقتنامه همکاری استراتژیک چیزی است که دولت افغانستان از او استقبال میکنه، اما قبل از رسیدن به مرحله امضای یک موافقتنامه وسیع همکاری های استراتژیک بین دو کشور لازم است تا روی اولویت‌های اساسی که در رابطه افغانستان و پاکستان وجود دارد پیشرفت‌های عملی صورت بگیره و نتایج به دست بیاید. اولویت‌هایی که شامل پروسه صلح افغانستان میشه، مبارزه عملی علیه تروریسم در منطقه میشه، تطبیق کامل موافقتنامه تجارت و ترانزیت افغانستان و پاکستان میشه و مسائل دیگری که در رابطه دو جانبه بین دو کشور وجود دارد. پیشرفت عملی و به دست آوردن نتایج در این موارد راه را باز میکنه برای مذاکرات و امضای یک موافقتنامه همکاری استراتژیک بین دو کشور. فوزیه کوفی عضو مجلس نمایندگان و جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل سیاسی برای بحث بیشتر با ما هستند. مهمانان عزیز خوش آمدید. خانم کوفی، چرا دولت افغانستان در با پاکستان در این فضای شک آلود موافقتنامه راهبردی امضا میکنند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و مهمان شما و بیننده‌های محترم. اولا تعریف از موافقتنامه راهبردی یا پیمان استراتژیک چی است؟ وقتی دو کشور یا چند کشور در نقاط مشخص یا در موارد مشخص تفاهم می داشته باشند و بر مبنای از او منافع مشخص خود را تشخیص می دهند، برای عملی ساختن راه‌ها و مکانیزم‌هایی که منافعشان تأمین شود با یک توافق کتبی یا مدون دست پیدا می کنند. توافقنامه می تواند بین یک کشور، چند کشور و بین سازمان ها باشه. بین افغانستان و پاکستان چرا؟ سوال که شما مطرح کردین. افغانستان و پاکستان به باور ما کمتر عمق منافع استراتژیک دارند. این دو کشور مخصوصا پاکستان از زمانی که ایجاد شده، هر حکومتی که در کابل سر اقتدار بوده، امی تاریخ 70 سال ایجاد پاکستان، با همه حکومتایی که در کابل به سر اقتدار بودن به چند دلیل اختلاف داشتن. عمدترین دلیل مسئله بحث برانگیز دیورند است. مسئله دوم مسئله منافع اقتصادی پاکستان در افغانستان ناامن است و مسئله سوم مسائل سیاسی است که گاه ما از آدرس دیپلمات‌های پاکستان او را میشنویم، یعنی امو فرستادن رادیکالیزم و فرهنگ قبیله را به افغانستان. به این سه دلیل معمولا تنش بین افغانستان و پاکستان وجود داشته. ما با کشورهایی که منافع مشترک در یک نقطه داشتیم پیمان استراتژیک بستیم، هرچند در بعضی از اون موارد ما نقاط نظر مشخص خود را داریم. خانم کوفی، سوالای زیادی مطرح است. همزمان دولت افغانستان با هند موافقتنامه راهبردی داره، با کشور رقیبش هم میخواد، با پاکستان هم. پاکستان کشوری است که در 11 سال همیشه دولت افغانستان از این کشور شکایت داشته. حالا چگونه میره با این کشوری که تا امروز هم از این مقامات افغانستان شکایت دارن که تروریستان از آنجا میان به افغانستان،
پیمان راهبردی می نمید. نقطه جالب امی است وقتی که دو کشور سه کشوری که در آسیای جنوب موقعیت دارن افغانستان پاکستان هندوستان حداقل پاکستان با دو کشور همیشه تضاد منافعی داشته با افغانستان و با هندوستان وقتی افغانستان میره با یک کشوری که رابطه طولانی استراتژیک با در نظر داشت منافع مشترک داشته و ارزش‌های مشترک رابطه بین دو ملت حداقل سالم و سازنده بوده بین افغانستان و هندوستان چطور ممکن است که این رابطه رو ما با کشور داشته باشیم که عمق منافع ما یک جانه است و از طرف دیگه ما بسیار متاسف هستم که ضعف دستگاه دیپلماسی خارجی افغانستان به حد است که پاکستان یک کشوری که در انزوای سیاسی قرار گرفته اونا چند گام پیشتر میرن و پیمان مساوده پیمان را برای دولت افغانستان می سپارن کشوری که در مورد سیاست خارجی در مورد حتی سیاست داخلی صدها سوال وجود داره و وزارت خارجه امور میپذیره و مواردی هم که اینا شامل ساختن سه مورد عمده به عنوان پیش شرط بله به عنوان پیش شرط سه مورد مواردی است که ما در گذشته هم پیمان حداقل پیمان ترانزیت تجارت را با پاکستان ما داشتیم چقدر پاکستان متعهد به تطبیق ازو بوده به یاد ما و شما هست که قرطاسیه و کتاب اطفال معصوم افغانستان ماها در بندر کراچی مان و هیچگاه ما نتونستیم از حتی از حسن امجواری خوب بین افغانستان و پاکستان استفاده کنیم و کتاب افغانستان بیاید ما چطور اموال تجارتی خود شاهد بودیم که بندر کراچی ماها برای تجار افغانستان بسته شد بنان ما مواد و مقررات و تفاهم نامه هایی را که فعلا داریم بین افغانستان و پاکستان او عملی نشده دوباره میرن او را به عنوان پیش شرط میگذارن به مسائل تاریخی و حل نشده هیچ اشاره ای نمیشه و توقع هم داریم که پیمان امضا شه و پارلمان هم میره تصویب کنه و به اصطلاح عملی هم باشه به باور من یک بازی جدید است و این بازی جدید اما عمق نفوذ پاکستان را در دستگاه دولت افغانستان نشان میده آقای کوشتانی سپردن مسوده سند در سفر آقای رسول و آقای رسول از سوی خانم کر نشاندهنده دست بالای پاکستان نیست در این بازی ها به نام یاد خدای بزرگ با عرض سلام به بیننده و جناب وکیل صاحب و دوستا در این شک وجود نداره که از نظر دیپلماسی و از نظر موقعیت و تجاربی که پاکستان تا سالیان اخیر داشته در رابطه بین المللی همیشه دست بلند داشته شما میبینین پاکستان به عنوان مرکز و پناهگاه اساسی برای تروریسم، القاعده و بنیادگرایی است ولی هیچ وقت پاکستانی را نمیپذیرن و همواره تانستن با چانه‌زنی ها همیشه از یک ابزار بسیار زشته که جهان به او از او انزجار داره همیشه از او ابزار اینا سود میبرن او را به عنوان یک ابزار استفاده مالی اقتصادی و تجارتیشون و منافع خود در منطقه استفاده میکنن بحث توافقنامه امو گونه که جناب وکیل صاحب اشاره داشتن شما بهتر میدانین که در مجموعه و پیشنویس همه موافقتنامه حفظ احترام به حاکمیت یکی از پیش شرطا و مواردی است که در مقدمه توافقنامه ها جا داده میشه یعنی یک پاراگرافی که حق حاکمیت احترام متقابل به استقلال و تمامیت ارضی کشورها تذکر میره وقتی ما میخوایم با کشوری مانند پاکستان توافقنامه ببندیم آیا ما حق حاکمیت را استقلال و تمامیت ارضی خود ما را و پاکستان را چگونه تعریف میکنیم حق حاکمیت در شرایط موجود جایی است که بیرق پاکستان در اونجا بلند است پوسته سرحدی پاکستان وجود داره و پوسته سرحدی ما وجود داره یعنی خط قابل منازعه دوران که حکام ما او را نمیپذیرند اگر ما میریم این توافقنامه را امضا میکنیم ده یه شک نیست که بیم ما بپذیریم که در این توافقنامه ما خط دوران را به رسمیت میشناسیم اگر چنین نیتی نداریم هر گونه توافقنامه ای که شما خط رسمی بین المللی نداشته باشین حاکمیت هر دو جانب حاکمیت هم دیگر احترام نکنن و به رسمیت نشناسن وقتی شما او طرف خط دیورند به عنوان خاک خودتان یا محیط قابل منازعه برای خودتان ادعا دارین و قبول ندارین این خطه در حقیقت شما چرا با کدام اصول با کدام اساس هیچ گونه اسناد در روابط حقوقی بین الملل وجود نداره که بتونه شما را با پاکستان در یک توافقنامه همکاری استراتژیک امسو بسازه یعنی درگیری که شما تا 40 سال یا بیشتر از او حکام افغانستان یا روابط تیره که افغانستان با پاکستان داشته بیشتر برخواسته است بس خط دیورند است که ما ایره رسما رئیس جمهور چندین بار اظهارات اخیره داشتن و یکی از اظهاراتی که شخصا من حضور داشتم گفتن ما و یک عده از رهبری حکومت ما خط به رسمیت نمیشناسیم
وقتی اینا شما این خط به رسمیت نمیشناسین، چگونه توافقنامه میرین؟ چگونه شما به حق حاکمیت پاکستان احترام میگذارین؟ بس آقای کوشتنی، فکر میکنین که دولت افغانستان این فهم نداره یا آگاهانه وارد این بازی شده و میخواد این خط به رسمیت بشناسه؟ من میفهمم که در اینجا چی بازی وجود داره. من بسیار به صراحت در یکی از دیدارا با جناب اسپنتا رئیس شورای امنیت ملی گفتم که جناب اسپنتا، شما که رئیس شورای امنیت ملی افغانستان هستین و بحث امنیتی در افغانستان همیشه مطرح است، به عنوان دکتر حقوق روابط بین الملل چطور قبول دارین با کشورهای شما توافق استراتژیک با ایالات متحده میبندین دالی که شما مرز بین المللی ندارین و از ایالات متحده میخواین که از حاکمیت و استقلالتان در صورت به خطر افتادنش حمایت بکنه؟ شما اول باید مرز بین المللی داشته باشین. بنان با پاکستان که کشوری است که ما با او یعنی به عنوان دشمن احتمالی پاکستان حساب میشیم، دشمن اساسیش هند است و دشمن دوم و احتمالی در سطح منطقه افغانستان، در تمامی موارد و اساسات دفاعی پاکستان افغانستان دشمن احتمالی است. شما آمدین با یک کشوری که شما را دشمن احتمالیش در تمامی مراتب دفاعی سیاسی استخباراتیش قرار داده است، پیمان توافقنامه استراتژیک میبندین و در اونجا حق حاکمیت چه بر رسمیت میشناسین. اگر قرار است ما یک حاکمیت واقعا بر رسمیت میشناسیم و این سهم گذاره بر رسمیت شناختن خط دیورند، یک اقدام بسیار خوب است. من از چون این یک توافقنامه حمایت میکنم، در صورتی که در افکار رهبرای ما، ولی در حالی که دولت افغانستان میگه که این حق که خط دیورند را در موردش تصمیم بگیره این کار مردم هست نه کار دولت ها، در این حالت باز دولت افغانستان این صلاحیت را دارم؟ باید قبل از امضای توافقنامه استراتژیک با پاکستان ریفراندوم انجام شود افغانستان. این بسیار ساده است. برای از اینکه هیچ گونه مفاهیم الزامی در این توافقنامه بدون حق به رسمیت شناختن حق حاکمیت دو کشور وجود نخواهد داشت، الزام آور نه به افغانستان خواهد بود نه به جانب پاکستان. خانم کوفی، واقعا پذیرفتن خط دیورند است به نحوی امضای این موافقتنامه با پاکستان؟ با تاسف، مسائل عمیق و مسائل که استراتژیک است، با وجود که نام پیمان پیمان استراتژیک است، ولی مسائلی که برای امنیت افغانستان و حتی برای امنیت پاکستان میتونه تعیین کننده و استراتژیک باشه، همونطور که شما گفتین در پیشنویس یا در متن مسوده ازی او به اون مسائل اشاره نشده. با مسائل بسیار سطحی، مثلا همکاری پاکستان در امر مبارزه با تروریسم، مثلا همکاری پاکستان در تامین در پروسه صلح، اینا مسائل بسیار سطحی هستند که به باور ما به خاطر حقوق این مسائل با یک پیمان استراتژیک ضرورت نیست. اینا از طریق روابط خارجی دو کشور یا از طریق مجرای دیپلماسی دو کشور به این مسائل یا حتی از طریق نهادهایی که حکومت ها به وجود آوردن، در بسیاری موارد پارلمان، اما در این مورد خاص میتونه شورای صلح که به اصطلاح ایجاد شده میتونه موثر باشه. وقتی شما پیمان استراتژیک میگین و هدفتون از مسائل استراتژیک است، به مسائل استراتژیک واقعا باید اشاره شود و یک از اون مسائل استراتژیک احترام به تمامیت ارضی افغانستان است. ما شاهد بودیم که همچنان پاکستان و پاکستان، یعنی برای پاکستان، طبعا پاکستان برای ما به عنوان شهروندای مملکت منافع افغانستان و تمامیت ارضی افغانستان برای ما اهمیت داره. ما شما شاهد بودیم وقتی شلیک گلوله ها از پاکستان صورت می گرفت، یکی از دلایلی که حکومت افغانستان شکایت نکرد به سازمان ملل متحد به شکل رسمی و از چینل رسمی، امی استدلال بود پیش دستگاه خارجی افغانستان یا دستگاه دیپلماسی افغانستان که اگر ما شکایت کنیم ما به شکل غیر مستقیم مرز دیورند را پذیرفتیم، وقتی که در او زمان حاضر نبودن به خاطر که وظیفه حکومت هم بر مبنای قانون اساسی دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان است و این از وظایف اختصاصی دولت افغانستان است. وقتی در او زمان اینا حتی به خاطر احترام گذاشتن و بها دادن به خون عمو شهدایی که در نتیجه راکت و شلیک گلوله های پاکستانی ها شهید شدن، امونا را توجه نکردن، حال آمدن و مسائل بسیار سطحی را جز یک استراتژی ساختن. به باور ما امی گوش دادن به عناصر طرفدار طالب در داخل افغانستان و با سیاست های آیسای در پاکستان است. آقای گوشتانی، فکر نمی کنید که دولت افغانستان به نحوی برای حل مسئله افغانستان، حالا به خواست پاکستان که مسئله هادش، همین مسئله دیورند که شما مطرح کردین است، داره تن میته به نحوی؟ ما ببینین یک نوع دموگوژی است. دقیقاً همون گونه که جناب کوفی گفتن، وقتی شما متن مصوبه را البته ما ندیدیم نخوندیم، وقتی به مسائل اساسی یک توافقنامه استراتژیک اشاره نشده باشه، یک توافقنامه استراتژیک نیست. سه تا پیش میشه از سه دانه پیش شرط دولت افغانستان اینا فهمید که دولت افغانستان در پی چی است؟ مبارزه صادقانه با تروریسم،
حمایت از پروسی صلح و عملی شدن مسئله ترانزیت. ببینید بحث ترانزیت یک مسئله تاریخی مانند دوران یک بحث تاریخی است. از نخستین مراحل که پاکستان شکل گرفته است. بله. همیشه این حق ترانزیت افغانستان از طریق معاهدات قبلی دولت افغانستان، پاکستان و چند جانبه هندوستان وجود داشته. متاسفانه او قواعد تا زیر پا شده در افغانستان و توافقات جدید مفاد او توافقات تاریخی گذشته هم اعاده نساخته برای افغانستان یا برای افغانا. یعنی در گذشته افغانا بیشتر از حق ترانزیت جدید یا قوانین جدید مطرح شده از جانب پاکستان توافقات جدید ترانزیت حق داشته افغانستان. یعنی بسیار ساده اگر بگوییم موترهای میوه کابل میتونست به دهلی برن ولی امروز رفتن نمیتونن. در گذشته چنین بوده، این یک امتیاز بوده که افغانستان در زمان از یک ثبات برخوردار بود و پاکستان این امتیازات بر جانب افغانستان سپرده بود. حالا بحث مبارزه با تروریسم همون گونه که جناب وکیل صاحب هم اشاره داشتند، پاکستان در افکار عمومی جهانی به یک کشور بسیار منزوی تبدیل شده. همزمان مناسبات افغانستان با هند در حال در تقریبا یک روابط پیشرونده است. دومین کشور بسیار بزرگ کمک کننده در افغانستان است، مخصوصا در عرصه حکومتداری به افغانستان بسیار کمک های قابل ملاحظه را انجام داده. پاکستان میخواهد به ترتیب عمو امتیازی را که هند افغانستان داره از نظر توافقات استراتژیک به دست بیاره. یعنی یک نوع جایگاه خودشه هم در اذهان عمومی، در افکار عمومی دنیا. حکومتی که هر روز میگه که مراکز حراس افغانی در خاک ما نیست، در جای دیگری است و پاکستان اشاره میشه، ولی همین کشور میره با می کشور دشمنش که در اونجا مرکز حراس افغانی است توافقات امضا میکنه. این به معنی عزیز که سند بر روی جهانیان میکشن، به افکار عمومی میکشن که اگر شما میگوین ما مشکل نداریم با افغان ها، ما توافقات استراتژیک داریم، بنان اینجا بنیادگرایی را ما تنها پرورش نمیکنیم. ما فکر میکنیم این ضعف است که ما بدون حل کلیدی قضایای اساسی ما، وقتی ما میگیم شورای کویته، یعنی بخش از طالبای ما به طور عملی در کویته هستند، مولا محمد عمر در کویته است، یک مدیار به عنوان یکی از مخالفین اپوزیسیون مسلح افغانستان در پاکستان است، مجموعه شبکه قانی در وزیرستان است. شما با کشوری که مجموعه اپوزیسیون مسلح شما را تا دندان مسلح ساخته، هر روز شما خون میگیره، قربانی میگیره، سرباز و افسر شما را یا مردم ملکی شما را به خون میکشه، به او میخواین که شما توافقات استراتژیک داشته باشین. این نمیتونه این تفهیم بکنه و افکار مردم افغانستان قانع بسازه تا زمانی که با یک ریفراندوم، بحث خط دیورن و مداخلات پاکستان که به طور آشکار به خاطر پذیرش خط است از بین نره. من فکر میکنم هر گونه مائده و توافقنامه نمیتونه به نفع افغانستان باشه. خانم کوفی، چه تغییر فکر میکنین که در سیاست پاکستان در حال وارد شدن است؟ پس از سفر شورای عالی صلح رهایی نه زندانی طالبان، آمدن آقای کیانی به کابل و رفتن وزیر خارجه افغانستان به پاکستان. قبل از اینکه ما به سوال شما بپردازم، اولا ما باورم نیست که در هر پیمان استراتژیک تا زمانی که به مسائل عمیقی که سبب اختلاف بین دو کشور هست به او توجه نشه و مخصوصا احترام به تمامیت ارضی افغانستان و پاکستان تسجیل نشه در پیمان استراتژیک، داشتن پیمان مثل امو موافقتنامه افک ترانزیت افغانستان پاکستان است که 3 سال قبل وزارت تجارت ما ایره با پاکستان امضا کردند و امروز ما عملا دیدیم که قابل تطبیق نبود و نتیجه هم نگرفتیم. در مورد تغییر سیاست پاکستان، پاکستان در 2 سال اخیر به شکل سیستماتیک در یک انزوا قرار گرفت. ما شاهد بودیم که در کنفرانس بن اشتراک نکردن. البته چند حادثه را شاهد بودیم. یک عمدترینش کشته شدن اسامه بن لادن بود. بعد از او عدم اشتراکشان در کنفرانس بن و بعد از او اشتراکشان در کنفرانس شیکاگو که جبران کنند کنفرانس بن را که او به خاطر افغانستان دایر شده بود. و در اونجا مهمترین قضیه که اتفاق افتاد ملاقات نکردن بارک اوباما با وزیر با رئیس جمهور پاکستان. اینا فکر میکنم اشارات بودن به پاکستان که شما اگر تغییر موضعی در سیاستتان نتین ممکن است که شما بیشتر در انزوا قرار بگیرین. و صحبتایی هم که در کنگرس و سنای آمریکا صورت گرفت مبنی بر قطع کمک‌هایی که به پاکستان صورت می‌گیره، مشاهده بودیم که چندین عضو کنگرس اینا پیامایی بودن. و از طرف دیگه خود حکومت پاکستان، حکومت ملکی هم در یک وضعیت بسیار خوب قرار نداره. بنان پاکستان با توجه به اینکه آیسای تنظیم کننده سیاست دوامدار و مستمر پاکستان هست، در اینمی نقطه تشخیص دادن که یک رابطه خوب ظاهری با افغانستان که بر مسائل اساسی اشاره نشه، از جمله خط دیورند و مسائل دیگه
اشاره نشه، یک مسئله با مسائل روز و بسیار روزمرگی، مثلا مسئله صلح در افغانستان یا حمایت از پروسه صلح که بسیار روزمرگی به نظر من است و عمق جای دیگه است. حتی اگر طالب ایرام که پاکستان علاقمند است به دولت افغانستان یک جای شوه، باور من است که اگر امروز اونها یک جای شون، فردا یک پروژه دیگه بر ناامنی افغانستان از طرف پاکستان تولید خواهد شد. ما این را تجربه کردیم زمانی که مجاهدین آمدن به حکومت طالب در برابر افغانستان ساخته شد. اگر طالبا هم بیاین و اونها هم بپذیریم که عناصر افغانی هستند و جنگ تنها جنگ افغانی است که ما باور ندارم به اون مسئله، بیاین و با روند سال یک جا شون، باز فردا به خاطر تعمیر منافع پاکستان پروژه دیگه ساخته میشه. بنان تمام مجموعه از حوادثی که اخیراً رخ داد و سفری که خانم کر به آمریکا داشت، ملاقات هایی که فکر کنم با کلینتون و دیگرها داشتن، به این نتیجه رسیدن که باید در قبال افغانستان از یک نوع به اصطلاح محافظه کاری کار بگیرن. و ایرام که اونا درک کردن که افغانستان از لحاظ سیاست مخصوصا در سطح بین المللی موقف برتر نسبت به اونا داره و میخواین امی چانس از افغانستان بگیرن و مصروف بازیای بسیار کوچک پاکستان افغانستان بسازن، افغانستان را که افغانستان از این موقف برتر خود در سطح جهان استفاده نکنه علیه پاکستان. و این یک سیاست بسیار تاکتیکی است و اونا این سیاست تاکتیکی را بسیار ماهرانه پیش میبرن. اما متاسفانه دستگاه خارجی ما، سیاست خارجی ما و حکومت دولت و در کل دولت افغانستان حتی امیر احساس نکردیم یا احساس کردیم و بسیار عاطفی برخورد میکنیم با این قضیه که ما از این موقف برتر بین المللی که داریم از این باید استفاده کنیم. در این مقطع مسائل حل ناشده را به هر صورت باید حل راه حل برش پیدا کنیم. ما باورم است که عمده ترین مسئله این پیمان اگر قرار است که ساخته شود و امضا شود که مسودهش حالا آمده شده، عمده ترین مسئله که در این پیمان گنجانیده شود احترام به تمامیت ارضی افغانستان و پاکستان است. در اون مورد زیان که میبینم خانم کوفیه، ما فکر میکنیم به نفع امنیت در منطقه خواهد بود. یعنی باید چنین شوم؟ یعنی ما یک مسئله را دنبال میکنیم. ولی فکر نمیکنید تا اینکه دنبال چنین پیمانهایی باشند مستقیما آنچنان که آقای کوهستانی گفت یک رفراندومی برگزار شود و مردم افغانستان تصمیم بگیرند و مردم اون طرف از کی چی میخوان؟ خب این یک خواسته این گونه غیر مستقیم وارد شد به این بحث. البته حتی به شکل غیر مستقیم هم در این پیمان به مسئله تمامیت ارضی و به مسئله دیورند اشاره نشده در پیمان فعلی. ما امیدوار هستیم اشاره شود، ولی ما باورم است که برای حل بحران در منطقه، من تو قبلا گفتم اگر امروز پروژه طالب نباشه فردا یک پروژه دیگه است، تا زمانی که مسئله تاریخی بین افغانستان و پاکستان حل نشه، اگر سیاستمدارای ما سیاستمدارای ماهر هستن و واقعا منافع افغانستان را تشخیص میتن، باید نقطه پایان به مسئله بگذارن که از امو زاویه یا از امو به اصطلاح نقطه به افغانستان آسیب میرسه و گزن میبینیم ما، بونمون نقطه پایان بگذارن. اگر قرار شد ما دنبال تمام مرزبندی های بگردیم و او را نشناسیم به رسمیت که در دوران انگلیس ساخته شد، پس مرز پاکستان با هندوستان هم قابل شناس نیست، برای اینکه مونده در دوران انگلیس به وجود آمد. بنان اینا مسائل البته مهم هستند، من میدانم که مسائل حساسیت برانگیز هم هستند، ولی یک وقت ما ایدئال بس میکنیم، بس که آرزو داریم و متر شوه، یک زمان هم ما واقع بینانه بس میکنیم. در یک سیاست واقع بینانه در افغانستان ما نیاز داریم که مسئله دیورن را اولویت بدیم و احترام به تمامیت ارضی افغانستان را هم از جمله مسائل عمده برای پاکستان مطرح کنیم. آقای کوهستانی اگر کوتاه بفرمایید که یک سیاست استراتژیک دولت افغانستان داره. آقای رسول زمان که با پاکستان میره یکی از خواسته های برجستیش این که زندانیان طالبان رها شوه، این به نفع کیه؟ مضحک از وقتی شما میبینین قبل از او رئیس شورای عالی صلح که وظیفه‌اش است امی رفته با تمام مسئولین در مورد صحبت کردن به نتیجه هم رسیدن، ولی وقتی وزیر خارجه افغانستان هم میره این بسیار زیاد من فکر میکنم در روابط بین المللی افغانستان نشانده یک ضعف و ناتوانی است که برای رهایی زندانیان یا برای دشمنای سوگند خورده خودشان تلاش میکنند. به این لحاظ یک چیز مشکل جدی است و چیزی را که میخوایم اشاره بکنیم است که در این اواخر ملاحظه شده که در آینده بعد از سال 2014 و آن چرا توقع داشت پاکستان دیگه از طالبای افغانی چیزی بیشتر از وضعیت موجود خواسته نمیتونند. طالبا دیگه یک تهدید بسیار بزرگ، تاریخ مصرفشان میگن که تاریخ مصرفشان گذشته و یک تهدید بسیار بزرگ نیستن و هیچ وقت توان به دست آوردن یک ولایت ندارن. بنان پاکستان تمامی تلاش ها را برای کشیدن خودش از این بحران جستجو میکنه و طالبا خیلی نسبت به گذشته ناتوان و ضعیف‌تر هستند. به این لحاظ هم است که از جانب پاکستان تشویق میشن به قطر برن. شما میدونید طالبایی که به قطر میرن با پاسپورت افغانی نمیرن، با پاسپورت پاکستانی میرن، با حمایت آیسای میرن، با شناختی کارت پاکستانی میرن. به این لحاظ این تمامی تلاش است که به اونا یک وجاهت بدن، اونا را یک مقدار سیاسی جلوه بدن و به گونه پای خودشان بعد از سال 2014 از قضای افغانستان بیرون بکشن. سپاسگزارم جنرال جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل سیاسی و فوزیه کوفی عضو مجلس نمایندگان از حضور هر دوی شما. اگرچه روشن است که معرفی سوزانا رایس به عنوان نامزد پست وزارت امور خارجه
آمریکا با مخالفت شدید جمهوری خواهان کنگره این کشور روبرو خواهد شد. اما معلوم می شود که امیزبیای و نیز از جمله هیلاری کلینتون تمایل چندانی به فعالیت رایز در سمت وزیر خارجه آمریکا ندارند. روزنامه دیلی میل نوشته است هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که با آغاز دولت دوم باراک اوباما قرار است از سمت خود کنارگیری کند، اظهار داشته که ترجیح می دهد به جای سوزانا رایس کاندیدای دیگر یعنی جان کری جانشین وی در مقام وزیر امور خارجه شود. این در حالی است که با وجود انتقادات گسترده جمهوری خواهان از سوزانا رایس بابت اظهاراتش طی روزهای پس از وقوع حمله 11 سپتامبر سال جاری به سفارت آمریکا در شهر بنغازی، همچنان وی به عنوان بخت اول پست وزارت خارجه آمریکا مطرح است. یک منبع خبری در کاخ سفید بر روزنامه آمریکایی شیکاگو سان تایمز گفت هیلاری کلینتون چندان با رایس نزدیک نیست. کاخ سفید اعلام کرده که در 10 دسامبر سال جاری هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به عنوان سفر خداحافظی خود به ایرلند شمالی سفر خواهد کرد. این سفر آخرین فعالیت کلینتون به عنوان وزیر خارجه آمریکا خواهد بود. سپاسگزارم از همراهی شما تا حالا. خدا نگهدارتون.